سرخط مهمترین خبرها. پیام تکاندهنده جهان در مورد افغانستان. یک پسر جوان و نامزادش در هرات حلق‌آویز شدند. امریکا میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی را تحریم کرد. طالبان یک مشاور وزارت تجارت حکومت پیشین و برادرش را زندانی کردند. و انفجار در پاکستان 19 کشته و زخمی بر جا گذاشت. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. یک پسر جوان و نامزدش در هرات حلق‌آویز شدند. منابع محلی در ولایت هرات گفتند که یک پسر نوجوان همراه با نامزدش در این ولایت حلق‌آویز شدند. این رویداد یک شنبه شب 19 قوس در روستای درگک در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات رخ داده است. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این دو جوان حدود یک ماه پیش نامزد شده بودند و پسر شب هنگام به خانه خسرش رفته بود. به گفته منابع، این دو تن در خانه پدر دختر حلق‌آویز شدند. تا اکنون دلیل و عاملان قتل این دو جوان به گونه دقیق معلوم نیست. طالبان هم هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. پیش از این نیز یک باشنده هرات همسرش را به دلیل رابطه با یک مرد دیگر به قتل رسانده بود. امریکا میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان پیشین و اجمل رحمانی پسرش را تحریم کرده است. خزانه‌داری امریکا روز دوشنبه 20 قوس با نشر خبرنامه ای اعلام کرده است که این افراد و 44 نهاد مرتبط به دلیل نقش گسترده در فساد فراملی تحریم شدند. این وزارت افزوده است رحمانی ها از طریق شرکت های افغانی خود یک طرح فساد مالی پیچیده را مرتکب شدند که منجر به اختلاس میلیون ها دلار از قراردادهای دولت ایالات متحده آمریکا شد که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت میکرد. معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا گفته است تعیین های امروز بر تعهد وزارت خزانه‌داری برای پاسخگویی به کسانی که به دنبال سوء استفاده از موقعیت های ممتاز خود برای منافع شخصی هستند تاکید میکند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده است که بر اساس بر جای قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی و عاملان نقض جدی حقوق بشر و فساد در سرتاسر جهان را هدف قرار می‌دهد. رحمانی تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیام وحشتناک جهان در مورد افغانستان. وضعیت حقوق بشر در افغانستان فاجعه بار است. سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه 19 قوس به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با انتشار اعلامیه گفت که طالبان از زمان قدرتگیری در افغانستان در 15 اگست سال 2021 دور جدید از سوء استفاده و نقض حقوق بشر در این کشور را آغاز کردند. به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌های طالبان نه تنها تعهدشان به حمایت از حقوق مردم افغانستان و به ویژه زنان را زیر پا گذاشتند، بلکه چرخه خشونت را هم از سر گرفته و با مسئولیت کامل و به هیچ دغدغه‌ای حقوق بشر را نقض کردند. عفو بین‌الملل توضیح داد که رژیم طالبان در سال نخست حاکمیتشان نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را هدفمندانه ملحل کردند و آزادی بیان، آزادی اجتماعات، حق برخوردی از محکمه عادلانه و سایر حقوق انسانی را سرکوب کردند. در اعلامیه این نهاد تصریح شد حقوق اساسی زنان و دختران سلب شده است. هزاران افغان خودسرانه بازداشت، شکنجه، ناپدید و حتی کشته شدند. خبرنگاران، فعالان مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، دانشگاهیان، اقلیت‌های مذهبی و قومی همچنان به طور خاص در معرض خطرند و حقوق بشر در همه ابعاد هدف حمله قرار گرفته است. این باید متوقف شود. عفو بین‌الملل از جهانیان خواست در حالی که مردم افغانستان همچنان شجاعانه در برابر این طوفان ایستادند، در کنار آنها بیستند و از حق آنها برای زندگی، آزادی، کرامت و برابری صحبت کنند. این سازمان نوشت به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان از جمله قتل‌های انتقام جویانه و حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دگردشبانان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، قضا، وکلا، مقام‌های حکومت سابق، خبرنگاران و دیگران فوراً پایان دهید. این سازمان به منظور تامین عدالت در قبال نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در افغانستان خواهان ایجاد سازوکارهای تحقیقات و پاسخگویی مؤثر و شفاف شد.
سایر سازمان و نهادهای بین‌المللی فعال در عرصه حقوق بشر نیز همزمان با روز جهانی حقوق بشر با انتشار اعلامیه‌های خواستار تغییر سیاست‌های رژیم طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان شدند. دفتر هیئت امنیت سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما روز یکشنبه 19 قوس یعنی 10 دسامبر با انتشار اعلامیه بار دیگر از رژیم طالبان خواست تعهدات حقوق بشری را به عنوان زیربنای یک آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفه برای افغانستان بپذیرند و از آن حمایت کنند. در اعلامیه یونما به نقل از نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان و رئیس یونما آمده است: در این سالگرد ویژه می خواهم به مقام‌های فعلی یادآوری کنم که افغانستان عضو معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که بخش اساسی حقوق بین‌المللی به شمار می‌رود و افغانستان در آن نقش تاریخی داشته است. طالبان یک مشاور وزارت تجارت حکومت پیشین و برادرش را زندانی کردند. منابع محلی گفتند که محمد عاطف دایی مشاور وزارت تجارت حکومت پیشین و آصف دایی برادرش از یک ماه به این سو در بند طالبان به سر میبرند. منابع روز دوشنبه 20 قوس بر روزنامه 8 صبح تایید میکنند که طالبان این دو تن را حدود یک ماه پیش از مربوطات نایب 15 شهر کابل بازداشت کردند و به ریاست 40 استخبارات این گروه انتقال دادند. به گفته منابع، محمد آصف دایی در دانشگاه‌های خصوصی در شهر کابل تدریس می‌کرد. این دو تن از باشندگان اصلی ولایت پنجشیر هستند. تا اکنون دلیل بازداشت این دو برادر معلوم نیست. طالبان هم هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. انفجار در پاکستان 19 کشته و زخمی بر جای گذاشت. رسانه های پاکستانی از وقوع انفجار در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده و گفتند که در این رویداد دست کم 19 تن کشته و زخمی شدند. روزنامه دان پاکستان امروز سه شنبه 21 قوس گزارش داده است که بر اثر یک انفجار عظیم در خیبر پختونخوا در منطقه دری اسماعیل خیل 3 افسر پلیس پاکستان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این روزنامه همچنین گفته است که امروز یک موتر باربری مملو از مواد انفجاری در دروازه پاسگاه پلیس منفجر شده است. پلیس خیبر پختونخوا به روزنامه دان گفته است که پس از این حمله وضعیت فوق‌العاده‌ای در منطقه اعلام شده و نیروهای امنیتی به محل اعزام شدند. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. درست پیش نیز یک موتر افسر نظامی در منطقه خوز در ایالت بلوچستان هدف انفجار ماین جاسازی شده قرار گرفت که یک نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در همین حال روز شنبه نیز در انفجار در منطقه حسین آباد بلوچستان 4 تن به شمول 2 پلیس زخمی شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافی از ویدیو را لایک کنید.